همه باید بیان پاسخ بدن، نه اینکه برن اون دختر رو بگیرن کتک بزنن و بعد مثلا برنامه درست بشه که جنازه رو تحویل بدیم، بعدم نمیایم شفاف سازی بکنیم، هی بگیم آقا اینجوری فقط از نظر پزشکی. کدوم فرمودین؟ کدوم دختر فرمودین؟ همون خانم امینی رو. از نظر پزشکی من دیابت داشته باشم، شما فقط گزارشی دریافت کردین از ایشون؟ گوش بده، من پزشکم دیگه، جراح قلبم، فوق تخصصم، کوپنی هم نیومدم بالا، در تمام دوره‌ها با اصطلاح خودم اومدم بالا و جزو رتبه‌های برتر کشورم بودم. از نظر علمی اینجوری نیست که همینجوری افتاد. حالا مگر اینکه آنالیزش پاره بشه، خون شفاف بیه به مردم بگیم آقا مثلا اینجوری بود، ما مثلا مقصر نبودیم، وضعیت این بود، نه اینکه بیایم هر روز یه جور خبر بعد هر کی میخواد حرف بزنه براش یه دونه مثلا برخورد غیر اخلاقی دیگه ای براش. این نکته که فرمودید داله بر مستنداتی است که به شما رسیده یا خیر؟ من همون چیزا، ببین ما شفاف سازی کردن، الان یه اتفاقی افتاده، مردم گلایه دارن، خب شفاف سازی بکنید، نه اینکه هر کی اومد یه حرفی بزنه بگید آقا اینا ضد نظامن، با نمیدونم اروپایی‌ها، با خارجی‌ها. اون شفاف سازی که مد نظر شماست چگونه است؟ شفاف سازی یعنی اینکه اگر الان یه اتفاقی افتاده، ریاست محترم جمهور هم گفتن، هم تسلیت گفتن به خانواده، هم یه اتفاقی در یه جایی بالاخره منجر به چیزی شده که واقعا از نظر روحی آدم ناراحت میشه، این خب تسلیت، یعنی شفاف سازی. مردم تصور میکنن، نمیذاریم حرفمو بزنم که آخه شما نکاتی میگین که من دارم داری... میگم روش شفاف سازی رو میخوام بهتون. من وزیر بودم، خبرنگاری که از کانادا اومده بود فوت کرد تو زندان، بعد دولت منو مسئول کرد برم ارزیابی کنم، خب رفتیم ارزیابی کردیم، دیدیم تو زندان به اصطلاح اینو زدن، خب حالا عکسم نشون میدین، حالا این میگن عکس نشون، خب بیا شفاف اینو بگن آقا دولت بیاد یه تیمی بذاره ارزیابی بکنه و بعد این تیم بگه آقا هیچ اتفاق، دو نفرم از این آدمایی که قرض و مرض دارن بذاره، کاری نداره که، وقتی ریگ تو کفش من نیست از چی میترسی که شفافش بکنی؟ ما برخورد نامناسب با این خانم نکردیم، خب نکردی، خب شفافش کن تا مردم از این التهاب در بیان، بهانه هم دست رسانه‌های ضد انقلاب اون طرف مرزی نیفته. شما به عنوان مجلس